بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربون، به نام خدایی که همین نزدیکی است و خیلی خیلی زیاد دوستمون داره. سلام، وقتتون بخیر. من آزاده نامداری هستم. این برنامه آبانه که در دی ماه 1395 با احترام تقدیمتون میشه. متشکرم که دارید همچنان ما رو نگاه میکنید و بازم مثل همیشه وظیفه خودم میتونم که تشکر کنم از همه کامنتاتون، از همه نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون، حتی اگر خیلی بد باشه بعضی وقتا ما رو دپرس کنه، ولی خیلی ممنونم که ما رو میبینید. این از همه چی برای ما مهمتره. امروز مهمون عزیز داریم که من شخصا پارتی بازی کنم خیلی دوستشون دارم. لطف کردم مهمان ما هستن و یه موضوع خیلی خیلی دوست داشتنی رو میخوایم به بحث بذاریم و دربارش صحبت بکنیم. سرکار خانم یکتا ناصر امروز لطف کردم و من مهمون برنامه ما هستن. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام به شما و به همه بینندگانتون، روز شبتون بخیر. قربون شما. خانم ناصر تبریک میگم. مرسی. یکم ازش گذشته. منم به تو تبریک میگم. مرسی. یکم گذشته. مرسی. آره، بر من 4 ماه گذشته، بر شما چه گذشته؟ 1 ماه و 2 روز. آخه 1 ماه و 2 روز، خیلی پس من 4 روم امروز دیگه. آره 1 ماه و 2 روز. خب به سلامتی. سرکار خانم سوفیا. آره سوفیا. سوفیا. خیلی خوب، خیلی خوبه. از احساس الانتون بگیم. به نظرم خارج از آره، خیلی خیلی حس عجیبیه. بیشتر میتونم اینو بگم، حالا جدای از همه لذتاش که حالا به هر حال خیلی ها تجربه کردن یا ایشالله این تجربه رو خواهند داشت، به نظرم یک دریچه دیگه ای انگار که زندگی به روی آدم باز میکنه. خیلی واقعا نمیشه با کلمات توضیحش داد، جدای همه عشق و علاقه و لذت‌هاش و اینا، میگم انگار یه چیز دیگه ایه، انگار یه دفعه وارد یک دنیای دیگه ای آدم میشه. حس من اینطوریه. و بعد یه چیزی که من تجربه خودم اینه که یهو وارد یه دنیای دیگه میشی. هر چی که خوندیم قبلا، اطلاعات کسب کردیم، از تجربه های دیگران استفاده کردیم، اینا همه رو بذار کنار، وقتی خودت میخوای تجربه کنی یهو وارد یک دنیایی میشی که این آلیس در سرزمین آره. عجایب میشه. آره با اون دنیای جدیده چه جوری کنار اومدی؟ من راستش بخوام هنوز واقعا کنار نیومدم، یعنی هنوز هر وقت که سوفیا رو نگاه میکنم بر خودم انگار عجیبه، یعنی همش فکر میکنم واقعا بچه منه، دختر منه، این همون چیزیه که، چون حالا شاید نمیدونم خیلی از خانوم ها از دوران بچگی، از دختر بچگی، از زمانی که آدم عروسک بازی میکنه یواش یواش داره با این حسه انگار آشنا میشه و همیشه یک چیزی هست که انگار پس ذهن تمام دختر بچه ها تا زمانی که حالا این اتفاق براشون بیفته انگار هست که اگر من مادر بشم یا بچه ای داشته باشم چه اتفاقی میفته. ولی من هنوز واقعا برام خیلی عادت نشده، یعنی هر وقت که سوفیا رو نگاه میکنم هنوز میگم واقعا این بچه من همون چیزیه که من سالها و سالها فکر میکردم که اگر بچه داشتم چجوری میشد، چون حالا به خاطر مشغله کاری و اینا که حالا ما خیلی درگیری هستیم، خیلی وقتا آدم نمیتونه خیلی درست به زندگی خانوادگی و زندگی که عادی که به هر حال همه انسان ها دوست دارن داشته باشن فکر بکنه. جزو دست خانوم هایی بودی که فکر میکردی نه من فکر نمی کنم هیچ وقت بچه داشتم؟ نه، دوست داشتم که بچه داشته باشم، منتها توی شرایط نه به هر قیمتی، چون فکر میکنم به هر حال وظیفه پدر مادر بودن ایجاب میکنه که تو یک اول شرایط نسبی مناسبی حداقل از نظر روحی روانی برای خودت به وجود بیاری. از شرط نسبی روحی روانی مهمتر یا شرط مالی؟ فکر میکنم بیشتر مهمه که بعداً تو عذاب وجدان نداشته باشی، یعنی احساس نکنی دینی داری، میتونستی مثلا این کار هم بکنی و بعد بچه دار بشی. ریسک بزرگی هم هست در اینها. ریسک به نظرم این سوالیه که حداقل برای من اینطوری، این سوالو تا آخر عمرم باید هی بر خودم تکرار کنم، آیا واقعا برای اینکه این حقو به حالا یک موجود دیگه ای دادم، اگر یک روزی از من سوال بکنه که مثلا حالا که این اتفاقا چرا من آوردی، چون من خودم این کارو میکردم توی حالا دوران نوجوانی که آدم یه ذره سرکش داره، یه وقتایی بهش فشار که میاد من میپرسیدم از مثلا مادر پدرم که چرا اصلا منو آوردین، وقتی مثلا اینطوریه نمیشه مثلا این کارو کرد پس چرا. فکر کنی اولین چیزی که دلت میخواد به بچت یاد بدی چیه؟
انسانیت و اخلاق. خب زندگی دو نفرتون چقدر تغییر کرد؟ حالا یه موجود جدید اومده، این پازله به هم خورد، چجوری اینو مدیریت میکنی؟ علاقه منوچه رو که میبینم به سوفیا، احساس میکنم که خیلی زندگیمون شاید نمیخوام بگم شیرین تر و حالا گرم تر و حالا اینا، همه اینا حالا به یه شکلی هست، ولی فکر میکنم که خرچی هست خیلی خوبه برای اینکه یه قدم رو یه ذره ما رو دلگرم تر کرد، یه ذره اطمینان آدم بیشتری انگار پیدا میکنه، یعنی خانواده شکل منسجم تری پیدا میکنه. آره به هر حال یه ذره باعث میشه که آدم کمتر به این فکر کنه که با هر اتفاق کوچیکی، با هر دلخوری خیلی نمیتونه به اون زندگی امیدوار باشه، یه ذره اون کدورت های کوچیک، حالا زمان های دیگه ممکنه آدم ها به یک فکرهای بدی بندازه، یه ذره اون فکر رو نمیکنه، فهم کنه خب چجوری بهتر درستش کنه. آره یعنی بچه باعث شده که یک استحکامی به زندگی بده. و خب حالا این از طرف خودم میگم، شاید پیش از اون مثلا یه در به تخته میخورد و میگفته که داشتی به این فکر میکردی که چجوری درستش کنم، یا قهر کردن برات آسان تر میشد یا دلخور شدن آسان تر میشد. به خصوص خانم هایی که آره مستقل هستن یه ذره، حالا از نظر اجتماعی و اینا یه ذره خب آدم به هر قیمتی زندگی نمیکنه دیگه، حداقل اون فکر رو میکنی، خب مثلا اگه همسرم فلان کار رو کرد اصلا من میذارم میرم قهر میکنم خیلی کارهای دیگه. ولی بچه که باشه دیگه نه. آره دیگه به راحتی حداقل نیست. حالا خیلی ها هستن با وجود بچه هم به هر حال جدا شدن، چیز حالا عجیب غریبی نیست، خیلی شاید خوشایند هم نباشه، ولی خب به هر حال هست آدم. من همش فکر می‌کنم که یک فرصتیه که یک بار هممون داریم زندگی می‌کنیم، باید سعی کنیم به بهترین شکل و درست‌ترین شکل ازش استفاده بکنیم. گاهی جدا شدن هم به هر حال لازمه دیگه. آره دیگه. اومدن سوفیا به زندگی شما توی زندگی اجتماعی چقدر تاثیر داشته؟ احساس نکردی که یه پله رفتی عقب و سوفیا یه پله اومده جلوتر؟ این احساس به دست نرده؟ نه، برای اینکه فکر کنم خودم انتخابش کردم. آره خودم خواستم و هرچی هست انتخاب منه، چون این یه ذره به نظرم حس مقصر بودن به بچه میده. نه آخیش اصلا، یعنی هر توی وقتایی که خیلی خیلی خسته میشم، چون به حال شکل جدیدی از زندگیه و خب همه مادرها میدونن که آدم خیلی خسته میشه، ولی توی اون خستگی من به خودم اجازه نمیدم حتی به این فکر بکنم که بگم، حتی بگم اه مثلا. یه چیزی که من توی برنامه‌های پیشین از مهمونا میپرسیدم و شاید دغدغه ذهنی خودم هم باشه اینه که خانمایی که صاحب فرزند میشن یه عذاب وجدان کوچولوی ته ته ذهنشون هست وقتی دارن کار میکنن، بعد این دوتا رو با هم دیگه وقتی میخوای بچینی کنار هم، خیلی باید ذهنت مرتب باشه که بتونی این دوتا رو با هم دیگه آداپته کنی. هیچ وقت این عذاب وجدان سر رو بهش فکر کردم، ولی فکر نمیکنم که این اتفاق بیفته، به دلیل اینکه من تصورم اینه که سوفیا جدای از اینکه یه مادری میخواد که حالا بهش درست رسیدگی بکنه، مادری هم میخواد که از نظر روحی سالم باشه و قاعدتا باید اون بتونه به من به عنوان مادرش افتخار بکنه، حالا نه صرفا به این دلیل که من بازیگرم یا حالا کار میکنم، به عنوان یک آدم مستقل که میتونه برای خودش، برای زندگی خودش تصمیم بگیره، کاراشو مدیریت بکنه، در این حال که میتونه مادر باشه، میتونه زندگی اجتماعی هم داشته باشه، میتونه کارم بکنه. به هر حال شرایط امروز اجتماع تو همه دنیا فکر میکنم این شکلی هست دیگه، اون زمان دیگه گذشت که زنها دیگه فقط مثلا مسئول این بودن که بچه داری بکنن. آن راجب کارم الان توی سوال قبلیت پرسیدی، توی این مدت که منوشه سریال عاشقانه رو داشت کار میکرد، خب من خیلی دوست داشتم میتونستم یکی از بازیگرش باشم، فکر نمیکردم که ای کاش مثلا باردار نبودم و این سریال بازی میکردم، ولی آره برای اینکه حالا توی اون دوران شاید یادم میذاره حساسم هست، من چه مثلا با من صحبت میکرد و اینا، حتی من مثلا واقعا وقت گریه هم میگرفت که مثلا چرا نیستم. آره برای اینکه خب دائم سر کار بود، شاید من نیاز داشتم که بیشتر کنارم باشه. آره مثلا فکر میکردم اگر سر کار بودم بیشتر میتونستیم. آره
اوکی. میخوام راجع به نقش آقایون یه ذره صحبت کنیم. یه سری تصاویر رو ببینیم برگردیم بعد ببینم که اصلا آقایون واسه چی کارن. ما به همه مسئولیت‌ها رو به عهده خانم ها نذاریم. یه چیز کوچولو با هم دیگه ببینیم. متشکرم از حامی محترم برنامه شرکت مای بیبی که توی همه بخش برنامه از ما حمایت میکنم به اون کمک بکنن. همچنان خانم یکتا ناصر مهمون عزیز برنامه همون هستم. خانم ناصر درباره پدرها صحبت کنیم یه ذره. شنیدیم حالا خیلی از خانم ها توی ایران فکر میکنن که در جاهای دیگر دنیا خانم هایی که باردار میشن و بچه دار میشن خیلی حمایت اجتماعی ازشون صورت میگیره و این اتفاق تو کشور ما خیلی کم پیش میاد. حتی مثلا من میدونم که تو کشورهای دیگه به همون اندازه که به خانم مرخصی زایمان میدن که خب کنار بچهش باشه که فکر کنم 9 ماه باشه الان اگه اشتباه نکنم، به همون اندازه به آقایونم میدن. یعنی اینو میپذیریم که این بچه مال این 2 نفره و هر دوتاشون باید با هم بچه رو بزرگ کنن. اینکه مرخصی رو فقط به خانم بدی بعد آقایون مثلا برن بیرون از خونه سریال عاشقانه بسازن یا برن کار کنن و اینا، خیلی مثلا کار شاید در حق خانم یه ذره اجحافه. ببین من فکر کنم خانم زودتر مادر شدن رو میفهمن، مردا چقدر طول میکشه تا بفهمن بابا شدن. من فکر میکنم به هر کس هر جایی از دنیا یه بافت اجتماعی داره، یه شرایطی داره که ما حالا باید سعی کنیم خودمون رو با اون چیزی که هست اول درست کنیم، که تقلید بکنیم. شاید مثلا توی کانادا یا نمیدونم آلمان اینا آدم‌ها اینقدر به خانواده‌هاشون وابستگی ندارن که مادرم میاد کمکم می‌کنه، خواهرم میاد، دختر خاله‌م میاد. به هر حال یه موقعیت‌های مجبورن ایجاد بکنن که اون خانومی که بچه به دنیا آورده یک کسای حالا غریبه‌تری رو بر خودش بیاره برای به عنوان کمک. ماها به نظرم همش توی اجتماعمون بر همین مسائل می‌خوایم تصمیم‌های آنی و درجا بگیریم. مثلا الان یه دفعه میگن خب آقایون مرخصی زایمان 2 هفته برین. کافی نیست آقای که مثلا 2 هفته یا 5 ماه 5 روز یا 1 ماه اصلا بخواد به یه خانومی کمک کنه، این وقتی اصلا هیچ تصوری نداره یا فهم کنه این کار چقدر کار خاله زنکیه مثلا، احیانا ذهنیت چقدر زشته. آره مثلا اصلا من به این خانومی کمک کنم، همین واژه به نظر من زشت و قبیح زنزلیلی که مثلا توی کارامون به عنوان شوخی هم استفاده میکنیم و خیلی حالا بابم هست، وقتی به کار میبریم چه توقعی از اون مرد داریم؟ من فکر میکنم خانوما خیلی از خانوما بزرگوارتر از این هستن که انتظار داشته باشن یک مردی از صبح تا شب مثلا کنارشون آره باشه. کنارشون باشه. همین که بلد باشن حمایت حداقل عاطفی بکنن از اون خانومی که به هر حال زایمان کرده، کسی بهش اضافه شده که بهش اینقدر وابسته است، همین این برای خیلی از خانوما واقعا غنیمته و احساس بکنن حتی اگر این مرد کنارشون نیست و مجبور کار بکنه ولی دوست داره که باشه، دوست داره که کمک کنه و اگر کمک نمی کنه یعنی علتش آره توجیه داره. تو خیلی اهل موضع‌گیری نیستی اینطور؟ چرا چرا اتفاقا هستم ولی علکی دلم نمیخواد موضع علکی، میدونی من ترجیح میدم به لحاظ قانونی خیلی امتیازا رو داشته باشم. یعنی چقدر داریم؟ ما نداریم هیچی هیچی. یعنی مثلا من وقتی به این موضوع فکر میکنم که حضانت مثلا بچه من حتما باید با پدرش باشه و اگر مثلا احیانا ایشالله خود همه پدران حفظ کنه پدره در قید حیات نبود میره مثلا به پدر بزرگش میرسه به عموش میرسه، این خیلی به نظرم دردناک تره تا اینکه حالا ما به این جزئیات بگیم مثلا مرخصی زایمان. بعد یک تا خودتو دوربریاتو نبین، زنهای زیادی تو جامعه ما وجود دارن که با این درد دارن آره. دست و پنجه نرم میکنن. ما به لحاظ به نظرم میگم میدونیم قانونی واقعا مشکل داریم. یعنی مسئله ما اینه که یه سری خانوم ها یه سری شعار میدن، مثلا یه روزهایی مثلا روز زن میشه روز مادر میشه اینا یه سری شعار میدیم و مثلا برنامه‌های تلویزیونی پر میکنیم کادو میخریم آره باش. یه سری مغازه‌ها یه سری کادو همه میرن میخرن و اینا، ولی در عمل میبینیم که همه اینا یه ذره دلخوش کنک و الکی سرگرمی و بچه گول زدنه. به بچت برس و کارهای خونه تو بکن و لحاظ قانونی هم تو هیچ حقی نداری، یا مثلا اگر هم داری همه حقا با آقایونه، تو باید بری توی دادگاه ها توی این ورانور بجنگی که یه سری حقی که ما بهت ندادیم و
تو با جنگی بری بگیری. تو به عنوان یه زن چه حقی رو فکر میکنی اگر قانون به زنها بده، بهشون آرامش میده و من با آرامش بچه هم بزرگ میکنم؟ در درجه اول توی دانشگاه حق تحصیل برابر، حق طلاق به نظر من که رو مهریه تکیه میشه اصلا اهمیتی نداره. حق مثلا یعنی حق برابر با یک آقا به لحاظ اجتماعی، چون الان ما خانوم هامون به لحاظ اجتماعی خیلی رشد کردن دیگه، زنهایی نیستن که مرد سواد داشته باشه زن سواد نداشته باشه، ما این سری بگیم خب این مثلا نمیدونه اطلاعات نداره. وقتی به لحاظ علمی و دانش توی یک سطحن، یا خیلی حالا به لحاظ آماری حداقل دارن میگن خانم‌ها تعداد مثلا تحصیل دانشجوامون بیشتره، بله. چرا باید یک سری حقوق نداشته باشن؟ تو فمینیستی؟ فمینیست؟ آره شاید به یه شکلی، نه اون واقعا شاید به لحاظ تئوریک نباشم اتفاقا، ولی به لحاظ عمومی یعنی اون حرفایی که میزنن راجع به فمینیست شاید، ولی به لحاظ یعنی دنبال یک برابری هستی؟ شاید این هستی؟ مدلیه که بگن مثلا زنها بهترن از آقایون. نه من نمیگم بهتر بدتری رو، آدمها توی هر قشری و هر جنسیتی میتونن بهتری و بدتری داشته باشن، من دنبال انصافم بیشتر. و فکر کنی انصاف تو جامعه ما راجع به خانم ها اجرا میشه؟ ابداً 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 اجرا نمیشه اصلاً. اوکی، یه سری تصاویر رو هم دیگه ببینیم، برگردیم و وارد بحث جدی بشیم دیگه. دامستوس غلیظ ساگر سفید کننده ها را به چالش میکشند. ببینیم سفید کننده ی غلیظ دامستوس چقدر به صرفه تر است. فقط سفید کننده ی غلیظ دامستوس است که با غلظت زیاد و طراحی منحصر به فرد درب بطری 5 برابر سفید کننده های رقیق کارایی دارد. نتیجه چالش موفقیت آمیز بود. برنده دامستوس است. دامستوس غلیظ و باصفه. خب برمیادیم به برنامه. اجازه میخوام که تشکر کنم از یکی دیگه از حامیان محترم برنامه، شرکت در واقع برند دامستوس که حامی برنامه از تولید کننده سفید کننده های غلیظ که حمایت میکنه برنامه زنان رو و ما از این بابت ازشون متشکریم. خانم ناصر برسیم به بحث آرزوهاتون برای سوفیا. دوست داری تو چه جامعه سوفیا زندگی کنه؟ آیا جنگیدن من و تو کمکی میکنه برای اینکه بچه‌مون تو دنیای بهتری زندگی کنه؟ به هر حال من فکر کنم ما به اندازه خودمون مسئولیم دیگه، یعنی هر آدمی به اندازه خودش مسئولیت رو داره برای اینکه حداقل اگر کمکی نمیتونه تو این دنیا بکنه حداقل دیگه خیلی خرابترش نکنه. تهران که این شکلیه، روزانه داره هممون داریم دست به دست هم میدیم که کلن خرابترش کنیم و بدترش کنیم. خرابترش کنیم. آره، یعنی من از خونه که مثلا میام بیرون این برجا رو که میبینم، یعنی همش میگم خب مقصر شهرداریه واقعا، چرا مثلا تو این خیابون به این تنگی بعد مجوز بده همچین برجی بره بالا، بعد جای پارک هم نی، خب مردم ماشینشون رو ببخشید بزن رو سرشون، مثلا من الان با ماشین اومدم چیکار کنم، پارکینگ هم نیست، تو این ساختمونم کار دارم، خب همه جا من خب وقتی ماشین خریدم دوست دارم یه جایی مثلا با ماشینم برم دیگه، نه به عنوان یک فرد دوست ندارم همه جا با مترو برم، خب من مهمونی نمیشه با مترو رفت وقتی من ماشین دارم. یعنی فکر نمی‌کنی یه روز سوفیا ازت بپرسه مامان چرا منو به دنیا آوردی؟ نمیتونم نفس بکشم، آبم که داره تموم میشه. هی میگن آب تا 10 سال آینده بیشتر بده. راستش بخوای تا چند سال پیش، یعنی تا مدت‌های قبل خیلی به این نکات منفی بیشتر فکر می‌کردم، ولی الان فکر می‌کنم که به هر حال از روز ازل که دنیا شروع شده همینطوری یک سری چیزها بوده، آدم‌ها برای اینکه بخوان بچه دار نشن، یعنی همیشه یه سری اتفاقات بد بوده، جنگ مثلا بوده، جنگ جهانی اول بوده، دوم بوده، بمب نمیدونم هیروشیما بوده توی ژاپن، اگه مثلا ژاپونیا می‌خواستن اینطوری فکر کنن بعد کلا نسلشون منقرض می‌شد. ولی بیشتر مهم اینه که ما فکر کنیم از یه زمانی خب قرار این خرابی‌ها بسه، این بدی‌ها خب دیگه تموم، از این به بعد سعی کنیم که درست‌تر زندگی بکنیم. و اینم به نظرم هم به مسئولینمون ارتباط پیدا میکنه، هم به فرد فردمون. چند وقت پیش یه مهمونی داشتیم تو برنامه‌مون، سگ خانم دانشوری چیز برای من تعریف کرد، خیلی چیز عجیبی بود، نمیدونم برنامه رو دیدی یا نه. گفت که ما باندهای نوزاد فروشی تو کشورمون داریم
و یه چیز عجیبتر، گفت من با یک زنی مواجه شدم که داشت سر چهارراه حالا گل میفروخته، نمیدونم چیکار میکرد، بر سر چهارراه یه چیز میفروخته و یه بچه رو دوشش بوده، صحنه‌ای که من تو حتما روزی شاید دو سه بار ببینیمش، و اون بچه مرده بوده. و یعنی دو روز با یک بچه مرده داشته خانم حالا تکدیگری میکرده. نظر چیه در بر این اتفاق؟ واقعا چیزی نمیشه گفت، همیشه تأسف خورد، متاسفم. من و تو میتونیم کمکی بکنیم؟ این کاری نیست که فقط مردم به نظرم بتونن حلش بکنن، خیلی از طرف دولت قطعا باید حمایت بشه. دمستوس غلیظ ساقر سفید کننده ها را به چالش میکشند. ببینیم سفید کننده غلیظ دمستوس چقدر به صرفه تر است. فقط سفید کننده غلیظ دامستوس است که با غلظت زیاد و طراحی منحصر به فرد درب بطری 5 برابر سفید کننده های رقیق کارایی دارد. نتیجه چالش موفقیت آمیز بود. برنده دامستوس است. دامستوس غلیظ و باصفه. یه چیزی اگه نماینده های زن مجلس ما خیلی در تلاشن که کمک بکنم به این که حالا خانمایی که دارن بچه دار میشن داره حقوق بیشتری میشن بشن. واقعا در تلاشن؟ من شنیدم که در تلاشن، هی 6 بار میکنن، 9 ماه و 9 ماه دارن یه کارایی میکنن. چقدر با تردید گفتی که در تلاشن. چیزی حرفی هست که بخوای بشون؟ نمیدونم، شاید امیدوارم که باشم. من راستش بخواین واقعا نمیتونم راجع به این موضوع نظر بدم، چون اصلا اطلاعات حقوقی و سیاسی و اینا خوب نیست، اصلا دوستم ندارم خوب باشه، گوش نمیدم، چون انقدر هرس میخورم و انقدر اصلا کلن اخبار رو اینا گوش نمیدی؟ گاهی چرا، ولی نه که واقعا تعقیب کنم به شدت و اینا، بیشتر رو تایم کنم چیزی که دوست دارم و حالم خوب میکنه گوش بدم. مثلا واقعا اذیتم میکنه؟ چیز فرهنگی، مثلا راجع به فیلم تلویزیون صحبت میکنه، کاناله مثلا کاناله مختلفی که حالا یه چیزایی مدلی، کتاب، در واقع چیزایی که به کارت مربوطه. آره به کارم نه، واقعا به علاقم بیشتر ربط داره، چون ما کارمون یه جوریه که خیلی دلیه دیگه. آره توشه. ولی اخبار چون یه سری چیزا رو میشنوم کاری از دستم بر نمیاد و هرس میخورم و این موج منفیه رو هی منتقل میکنم، هی مجبورم حرفای بد بزنم، هی بگم وای چرا اینجوریه، هیچ وقت هیچی درست نمیشه، همه چی مثلا بده اینا، چون تو یه جوری تو استرلیزه داری میکنی خودتو. خب این اتفاقات داره میفته، چرا واقع نگر نیستی؟ نه هستم، آخه کار چیکار کنم بابتش؟ خب ازش خود دور نکن حداقل. مثلا میگم ببین، مثلا میگن خب هوا امروز خیلی آلوده است، خب من الان چیکار کنم که خیلی آلوده است؟ یعنی تو تعریف نه، خب ببین یه وقتی مثلا اگه بچه مثلا مدرسه ای داشته باشی طبیعتا به یه سری چیز به اخبار ربط پیدا میکنه، بچه مثلا تعطیل میشه یا هر چیزی. همسر تو چه اون نمیاد همین خبری بعد یوهی بچه‌ها منتقل کنه؟ نه من چه خیلی آدم مثبت تری است نسبت به من، اصلا کلا دیدش نسبت به زندگی خیلی مثبت تره و انقدر با کارش عشق میکنه که هیچ جوری نمیتونه عیشه رو کم بکنه. چقدر خوب. یه چیز ببینیم برگردیم، بعد برام تجربه شخصی تو بگو، حالا دوستشی منو برات بگم. ببینیم. شیر تازه بردار از یخچال مغازه، تو بسته یه تتراتاپ، شیر پاکپان خوب و نام، طعمش همون میمونه همیشه، از وقتی دوشیده میشه تا وقتی نوشیده میشه، بدون نگه دارنده، شیر تازه بنوش با خنده، آقای شیر تازه پاکپان بدارنده، تازه مثل روز اول، شیر تازه پاکپان. خب تعداد اسپانسرهای ما خدا شکر همجور داره زیادتر میشه. تشکر میکنم از شرکت محترم پاکپان، شیرهایی رو وارد بازار کردن که مقدار موندگاریشون خیلی زیادتره و نکته اساسی اینه که روز آخری که ما داریم از شیر پاکپان استفاده میکنیم، کیفیتش، طعمش، رنگش با روز اولش تفاوتی نمیکنه و این نقطه قوتش نسبت به سایر رقباشه. فقط اینو یادمون باشه که شیر پاکپان رو باید توی یخچال نگهداری کنید. این تجربه شخصی منه که جون هم پرچرب هم کمچربش رو استفاده کردم، گفتم شما بدونید. خب خانم ناصر مهمان ما هستن، درباره مادری میخوایم صحبت کنیم. خیلی دلم خواهد نایس حرف بزنیم، وای مادری چقدر احساس خوبیه، ولی نمیخوام فقط به خودمون فکر کنیم، میخوام که
به عنوان تریبونی که حالا به یک مادر داده شده. من مطمئنم حالا توی این ما 10 قسمت برنامه رفتیم، توی قسمت های آتی هم شاید خیلی به سختی بتونیم یک مادر رو با بچه که شاید مثلا هنوز یک ماه و چند روزش پیدا کنیم. میخوام خیلی حرف از زبون شما بشنویم. یکم مشکلات خودت بگو، مشکلاتی که نه به عنوان مادر تو خونه داری، مشکلاتی که در سطح شهر و جامعه داشتی، نمیدونم گرفتاری هایی که شاید حقت نبودم و برات اتفاق افتاد. ببین اون بخش خوبش و اینا که واقعا بیشتر حسیه و چه خوبه و آخه این شکلیه و اینا، ایشالله همه تجربه بکنن و خودشون واقعا به کلمات نمیشه گفت، ایشالله همه تجربه میکنن و براشون پیش میاد و لذت ببرن. ولی بخش مشکلاتش یه سری چیزها هست، یه سری مشکلات هست که به هر حال بر هر مادری ناگزیره. یه سری مشکلات هست که واقعا میشه اتفاق نیفته. مثلا من به یه دلایلی تازه امسال تصمیم گرفتم که از بیمه خانه سینما و اینا استفاده بکنم، یعنی خودم رو بیمه کنم و خیلی خیلی جالبه، یعنی خیلی جالبه و خیلی دردناکه برای من که خیلی دردناک بود. من از ماه مثلا تقریبا اردیبهشت اقدام کردم که بیمه بگیرم و باورتون نمیشه مثلا شاید 4-5 روزه که من تونستم بالاخره دفترچه بیمه رو بگیرم و خودم رو بیمه بازنشستگی بکنم، به خاطر اینکه صندوق هنر که حالا اونجایی که ما بعد میرفتیم و اینا خودمون رو بیمه میکردیم بدهکار بود به سازمان تامین اجتماعی و اینا با هم مشکلاتی که داشتن، حالا من نمیدونم دقیقا چی بود، باعث میشد که من نتونم خودم رو بیمه کنم و من یک زنی مثلا شده بودم 9 ماه حامله، یعنی 4-5 روز بعدش من زایمان کرده بودم. رفته بودم خیابون مثلا توی تجریش یه سازمان تامین اجتماعی اونجا، بعد مثلا به من گفتن که لیستتون نیومده، حالا آزمایش بده، نمیدونم برو این ساختمون برو اون ساختمون. و در دوره بارداری بله سنگینی و انقدر من اذیت شدم که آخرین باری که با این حالا نمایندای بیمه و اینا صحبت میکردم گفتم واقعا شما منو به زایمان و زودرس رسوندید. مثلا اینی که خیلی وقتا مثلا آدم راجبه هر چیزی که اعتراض میکنه میزننش به سیاست، یعنی تو رو انقدر ما دیگه ترسو شدیم انگار که هر چیزی که میخوایم در موردش حرف بزنیم ناخودآگاه انگ مثلا سیاسی بهمون میزنن و تو رو به هر دلیلی ممکنه که آخه موضوع مادری و بیمه و اینا رو چرا باید به سیاست رب بدیم؟ هر چیزی از قیمت نون، همین شیری که مثلا تو الان گفتی، همه چی میتونه به سیاست ربط پیدا کنه. متاسفانه آره خیلی درد بزرگیه، ولی متاسفانه حالا یه اندازه‌ش هم شاید درست باشه واقعا، چون هر وقت هر کی اعتراض کرده به هر چیزی سیاسی شده قضیه ناخودآگاه. ببین مثلا من الان این اعتراضو کردم، حالا مشکلم حل شد. یه وقتی بعضی مشکلات حل نمیشه، یه جماعتی هم دوره هم مثلا جمع میشن، مثلا معلمن راجب یه چیزی و من میبینم حالا میشنوم این ور اونور که مثلا معلم‌ها رفتن فلان جا اعتراض کردن، چه مثلا حقوق ما فلان، حالا معلم‌ها رو مثال میگم، ولی سریعاً باشون برخورد میشه، یه چیز سیاسی از اون وسط مثلا پیدا میکنن و اینا رو آزار میدن که چرا مثلا اینا گفتن حقوقمون کمه یا مثلا بیمه چرا نمیشیم یا مثلا چرا حقمون رو خوردن، مدنی رو با مسائل سیاسی قاطی میکنیم. آره. و اون وقت دیگه ما قدم از قدم بر نمیدیم، چون ما دلمون نمیخواد گرفتاری سیاسی برمون پیش بیاد. آره دیگه همه بیاد. چون اونایی که تجربه کردن به هر حال انقدر اذیت شدن که دیگه تو نخواهید نه اصلا خب بخوام لزوما ما آدم های سیاسی نیستیم، نه من بخوام زندگی کنم همین. یا مثلا فکر کن من شنیدم که برای مثلا زایمان سزارین، آره این بیمه ای که حالا تامین اجتماعی هر چیزی، مثلا 1,300,000 تومان برای زایمان سزارین میدن. خب کدوم بیمارستانه که سزارین 1,300,000 تومان میگیره و انجام میده؟ من متاسفانه نمیتونم قیمت بدم، ولی میتونم بگم یا مثلا هیز برابر همین خانم ها رو تشویق میکنن که بچه دار شین. خب ما فقط تشویقه، یعنی مثلا هیچ خانومی نمیدونه ست حالا بعد بچه دار شه و ما بهش میگیم بچه دار شه، بچه دار شم ته فکر خوبی کردی. خب بابا هر زنی ممکنه، هر زنی به هر حال 90% آدم ها شرایطش مهیا باشه دوست دارن پدرشن مادرشن، اگه نمیشن حتما یه دردی دارن مشکل که این کارو نمی کنن. به نظرم شاید در سطحش مشکلات اقتصادی باشه، همش همیشه داره بدتر میشه. خب پس معلومه که خیلی تو با این تفکر الان برای سوفیا باید چیکار کنی؟ بخواه به سوفیا بگی چی بهش یاد بدی؟ همه چی داره بدتر میشه از نظر تو؟
نمیدونم، شاید سعی کنم یه جوری بارش بیارم، این موقعیت در اختیارش قرار بدم که موقعیتی داشته باشه بتونه کمک کنه. یعنی که هممون به این موضوع فکر میکنیم میفرستمش بره از ایران. چرا اینقدر این باب شده؟ تلخه دیگه. خیلی دوستان بچهشون موقع مدرسه یه خود جلوتر شاید موقع دانشگاه میخوان. این خیلی تفکر خطرناکیه. خیلی تلخه. یعنی من فکر میکنم مثلا تو خب اطرافیانم هم میبینم، والا به قول تو این شاید چند درصد کمی از اجتماع این فرصت داشته باشن. منم که میگم واقعا دلیل برای نیست که این امکانو الان دارم مثلا بچه‌مو بفرستم یه جای دیگه بخواد مثلا زندگی کنه یا تحصیل بکنه، یه چیز دورنماییه که حالا تو ذهن آدم آره تو ذهن آدم ها. ولی میگم نهایتا اینه دیگه. من متاسفم اگر که داریم به سمت و سوی میریم که آدم‌های جامعه ما نسبت به جامعهشون احساس تعلق خاطر نکنن. یعنی اینکه اینجا مال منه، من بچه‌م میخوام اینجا زندگی کنه، میخوام با این زبون فارسی یاد بگیره. اصلا این چیه که موز شده که بچه تا به دنیا میاد میخوام با سه تا زبون میفرستمش؟ کدوم مدرسه سه زبان است لطفاً؟ بچه‌مون بفرستم مدرسه که سه تا زبان یاد بگیره؟ یعنی من احساس میکنم خیلی خطرناکه که ما اسباب بازی میخوایم بخریم، خیلی شیک ما اسباب بازی هایی رو از جاهای دیگه بهمون عقده میکنن و خیلی قشنگی میخریم به بچه‌هامون میدیم. اون اسباب جایگزین بومیش وجود نداره و خیلی خطرناکه که بچه‌هامون دارن یه جوری بازی هایی که بچه‌ها میشینن پای کامپیوتر بازی میکنن، یهو به خودمون میبینیم این بازی ها چه چیزهایی تو مغز بچه‌هامون فرو کرد. خب یعنی ما زبان فارسیمون، نمیدونم کشورمون، خاکمون، شاید عقایدمون، همه اینها رو داریم یه جورایی کمرنگ و کمرنگتر میکنیم و من نمیدونم چه قیمت بزرگی میخوایم بدیم. و به قول تو تازه توی جامعه زندگی میکنیم که مادر شدنه یک چیز بزرگه. یعنی بهت میگن که مادر شو، خیلی اتفاق مبارکیه، خیلی خیلی خوبه، ولی از مادر، از زن که میخواد مادر بشه حمایت نمیکنیم. شاید ما زنها کوتاهی کردیم. ما مطالباتمون رو یه ذره با صدای بلندتری اگه میگفتیم که آقا شما به من میگی مادر شو، چه حمایتی از من میکنی برای اینکه از من میخوای که حالا نسل نوعی به اجتماع بدم؟ شاید خانم ها کم کار کردن، نمیدونم. خانم ها تریبونی برای حرف زدن نداشتن. آره کارگردان های زنمون شاید توی زمین خیلی تلاش کردن. نقش هایی که خانم ها رو درست و خوب نشون بده داریم به نظر تو سینمای ما؟ درد های زن ها رو درست و سبی نشون بده؟ آره واقعا گهگداری بوده. الان راست شما خیلی الان چیزی تو نظرم نیست، ولی به نظرم نمیشه خیلی منکر این شد که حالا فیلم هایی که چه کارگردانی زن ساختن چه کارگردانی آقا بگی نه 100% مثلا اون چیزی که بوده رو نشون ندادن. ولی خب آره با توجه به ممیزی هایی که ما داریم و گیرایی که سر یه سری چیزا هستن، یه سری عاشقانه فکرم خیلی اذیتتون کردن ها، ولی گیرا رو میگیرن. نه گیرا که همیشه هست. من خودم ولی ربطی هم نداره خیلی. من دو تا سریالی که خود تلویزیون مثلا سال ها پیش کار کردم، همین الان تلویزیون اونا رو پخش نمیکنه دیگه. چرا؟ مثلا اونا الان دیگه قابل پخش نیست. اون زمان چیز بوده، اوکی بوده، ولی الان دوچار ممیزی شده. بخواهی سلیقه اداره کردن مملکت خیلی اتفاق خوبی نیست. بچه نتایج جالبی دارم با تو میرسم. خب یه سری چیزا ببینیم برگردی فکر کنم دیگه پارت آخرم باشه. خب متشکرم که دارید ما رو نگاه میکنید. تشکر میکنم بازم یه بار دیگه از شرکت محترم مای بیبی به خاطر حمایت هایی که توی برنامه از ما میکنه. این فکر کنم بخش آخر گفتگوی ماست. خانم ناصر، توی شغل شما تصور میکنم فیس خیلی مهمه، یعنی خیلی برشون بازیگر مهمه که فیسشون به هم نخوره، تیپشون به هم نخوره، نمیدونم فلانه. وقتی میخواستی مادر بشی به این فکر کردی که نکنه یه وقتی مثلا اون در واقع اون زیبایی یا اون ویژگی های ظاهری که کمک میکرد به من به عنوان یک آکتور رو از دست بدم؟ اون موقع فکر نمیکردم که اینقدر چاق شم. راست شما نه اینقدر چاق شدیم. نه چرا، من خیلی چاق شدم، ولی خیلی خوب بود، خوش گذشت. به دلیل اینکه من اولین باری بود که در زندگیم هر چی دلم می‌خواست تونستم بخورم رژیم. آره گفتم یک بار دیگه بهانه‌ای پیدا کردم که دیگه نگن این چقدر چاق. البته که میگن تو این شبکه‌های مجازی، بله، هر کاری بکنین که خدا رو شکر یه چیزی میگن. البته
من واقعا دوست ندارم. یه چیزی الان یادم افتاد، من مثلا اینستاگرام واقعا اگر مجبور نبودم انقدر فیک درست کردم برام که مجبور شدم بیام. نه که بگم کار بدی ها، اصلا در تایپ شخصیتی من نیست هندل کردن این کار. یعنی من همش فکر میکنم که من اتفاقا جزو کسایی هم که باید مثلا مدیر برنامه حتما داشته باشم، چون نمیتونم، یه سری چیزا رو بلد نیستم، راه و رسمشو. آره ولی آره، پست میذاری زیرش چیز بنویسن عصبی میشی؟ خوشحال نمیشم. یه چیزایش بامزه است واقعا، یعنی یه چیزای بدی فکر میکنم نوشتم ولی برای من خیلی بانمکه، مثلا از روش عکس میگیرم نشون میدم. ولی یه سری چیزا بیشتر دلم میسوزه که چقدر توی اجتماعمون مریض زیاد داریم، یعنی این خیلی به نظرم دردناکه. چقدر درد همه آدم ها شده این صفحات. آره. اجتماع انگار که آیه نازل شده همه همون صفحه اجتماعی داشته باشیم، همه همون هم از ریاکشن هایی که به اون نشون میدن ناراحت میشیم. آخه میگم مجبوری، مثلا من واقعا نمیخواستم داشته باشم به دلیل که جنبش رو ندارم، بستم صفحمو، چون همیشه میگم صفحه اجتماعی مثل اونه که تو بچه تو گوشی تو خیابون خب با آدم خوب بچت که تو خیابونش را میره. آره، اگه لگت میزنی. آره. اگه هر کاری داشت بخواد میکن. ولی خب به قول شما اگر من حرف نزنم، مثلا خودم الان هی دارم مینویسم که ببین ویدیوهایی که در صفحه من منتشر میشه مال منه، هر جای دیگه ویدیو از من دیدی تو مال من نیست. خب یعنی مجبورم از خودم بخواد دفاع کنم. آره. یا یه تریبون داشته باشی. آره. تو هفته پیش خانم کریمی مهمون ما بود، گفت به نظر من اینستاگرام مال بیکاراست. گفتم که شما همیشه شاید از طریق فیلماتون تریبونی برای گفتن حرفاتون دارید به عنوان کارگردان، نویسنده یا هر چیز دیگه، همه این اتفاق براشون میفته. حالا من مجریم برنامه دارم میام اینجا حرفا میزنم، ولی واقعا یه وقتای آدمهای دیگه میان از طرف تی چیزهایی میگن. بله. که خوشایند نیست و تو باید از خود دفاع بکنی. آخه من میگم وقتی یه امکانی به وجود میاد، مثلا من واقعا تا چندین سال اصلا اینستاگرام نداشتم. بله. ولی وقتی دیدم که به اسم من یه سری چیزا اومده، حالا یه سری چیزاش هم بد نبود، مثلا یه آدمی بود نقاشیاشو میذاشت و مثلا میگفتش که این نقاشی امروزه منه به اسم من. خب من نقاش نیستم، حتی میگم به این فرم دوست نداشتم اون چیزی که نیستم یا اون چیزی که نمیخوام مردم راجع من فکر کنن. مثلا جملاتی مینوشت که من فکر میکنم چرا مردم باید راجع من همچین فکری بکنن که من اینطوری حرف میزنم، حالا اصلا خوب هر چیزی. برحال ناگزیر شدم که آره میخونم، برحال ناگزیر شدم که بیام و ولی خب سعی میکنم که من اصلا نمیتونم هندل کنم که هر روز پست بذارم و راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنم و هی برم، چون بعد وقتی هی پست میذاری مجبوری هی چک کنی بخونی. چون یه سری آدما به هر حال جز اون دسته مریضا هستن که من واقعا جز بازیگری هم که خیلی فوشم نمیدن چون خیلی صفم صفحه چقدر جوله پشتیدن یک موضوع مثلا عادی میدونیم. آره. که طبیعیشه ولی شما از طبیعیش خودش. آره آخه بعضی چیزا فوش نداره میدونی، مثلا مثلا میگم تو راجبه مثلا فوت یه آدمی مثلا گفتی مثلا فلانی فوت شد مثلا متاسف میشی. درست. خب ممکنه تو زندگی یه کار بدی هم کرده باشی، اصلا چه ربطی داره که مثلا فیلم فلان خیلی مزخرف. بابا الان این مثلا من راجع به این موضوع حرف زدم، حالا بگذاریم. خیلی میگم اینا بازم یه همون بحث اولمون اینه که خود آدم دلشون پره، آدم ها بعد جنس شدن. نه واقعا اینطوری فکر میکنم. حالا همه نه طبعا. من یه بار دیگه فکر کنم توی برنامه گفتم تو رو دیدی چقدر همه چی خوبه. آره میگم بعد جنس شدن دیگه. ببین مثلا من از تو به هر دلیلی خوشم نمیاد. شوخی میکنی؟ حالا نه مثلا بعد تو روت میام میگم قربونت برم آزاده جون فلان، ولی اونجا یه صفحه قلابی میتونم درست کنم یا به هر حال اگه آدم معروفی نباشم میتونم حتی به اسم خودم بیام اونجا حسابی از خجالت بیام. یک تا من نگاه کردم کسایی که مثلا به قول تو فوش مینویسن یا اظهار نظرهای عجیب غریب میکنن، من میرم به صفحهشون مراجعه میکنم چون میخوام بلاک کنم جسارتا. آره. اگه ناراحت نمیشید همه صفره، یعنی خب اصلا چرا تو به اسم شده برای فوش. آره خب ببین اون آدمه حتما یه صفحه دیگه ای هم داره که مثلا عکس خودش هست، من فکر میکنم اینطوری باشه، شاید به اون صفحه اصلیش بیاد قربون تو هم طرف 12 تا ایمیل داره به یه اسم دیگه فوش میده. چی درست کرده صفحه اینستاگرام؟ بعد بی خود و بی جد من امروز زور یه پست گذاشته بودم به قرآن بعد ازش میخواستم پاک کنم،
یعنی واقعا بعضی وقت احساس میکنم که آیا ما در همه زمینه‌ها باید اظهار نظر کنیم؟ یکی برای من حالا بگم اینو جالبه، یکی برای من توی آفتاب بود عکسی که انداخته بودم، خب تو آفتاب تیز داره میخوره تو صورت من، عینک آفتابی بذاری یه چیز بهت میگم، خب اصلا هر کاری بکنی بعد من این نور خورده تو چشم بیک من شد خانمم به تصور میکنم گل موجه زدی. یعنی من خیلی رفتم من عکس بارداری مثلا یه عکسی با همسرم بودیم گذاشته بودم و اینا، خیلی اومدن چرا ما ایرانی ها مراد نمیکنیم مثلا اینقدر چاق میشیم، چرا مثلا شکم دارم بابا من میخوام مثلا 500 کیلو بشم چیکار دارین، یا چرا اینقدر هی میگیم ایرانی ها، چرا اینقدر به خودمون هی چیز میکنیم خنجر میزنیم، یعنی چی ایرانی ها این مدلی هن؟ تو خارج هم به خدا خیلی از هنرپیشه‌های خارجی با میدم، اونا بعضیشون کم چاق میشن، بعضیشون زیاد لاغر میشن، بعضیشون خوبن، بعضیشون خوشگلن، بعضیشون بیریختن، بعد مثلا یه کافیه یه عکسی مثلا از پلان بازیگر مثلا هالیوودی بیاد چنان راجع به این حرف میزنن، اصلا کلن این واژه غریب پرستی که میگن واقعا ما به نظرم هستیم و میدونی یه ذرم به خاطر اینه که این حسادتی که بین ماها هست، یعنی یکی از دلایلش به نظر میاد که حسادت تو ایرانی ها دارن. آه نه نه میدونی یکی از دلایلش من فکر می‌کنم این باشه که هممون فکر می‌کنیم که حق ما رو یکی خورده، مثلا من اگر بازیگرم حق یکی دیگر خوردم، اون میتونستش واقعا شاید اینطوری هم باشه، آدمی از من با استعدادتر باشه، خیلی خیلی خوش قیافه تر از من باشه و مثلا جایگاهی نصیبش نشده باشه، ولی فکر میکنه من اصلا حقشو خوردم. خب این فضایه میگم چون ما این عدم اعتماد رو به توی جامعهمون همه نسبت به هم دیگه داریم و همه احساس میکنیم که یک جایی مثلا من اگر که این کار نکنم یکی دیگه میاد و حتما اون کارو میکنه، اون حق خوریار میکنه، بس بذار من خودم انجام بدم دیگه. یعنی فکر میکنیم مثلا من اگر به فلانی فوش ندم اون میاد به فوش به من میده، بس بذار من زودتر دست پیشو بگیرم که پس نیم. آره میدونی میگم بدجنسیه یه ذره خیلی گسترده شده، خیلی عمومی داره میشه. من راستش بخوام اسمش بدجنسی نمیذارم، اسمش میذارم خشم. و خیلی دلم خواست که یک، یعنی دلم برنامه همه چرا دلم میخواد که یه روز با یه جامعه شناسی بشینم حرف بزنم. آخه ما حق نداریم به هر خشم، ممکنه که آدم خب باشه خشم خشمی باشه، یه بخشیش ببین درسته، یه بخشیش رو من خشم عمومی رو به آره حق میدم، ولی راجع به چه چیزی ما باید مثلا اون یک تا من اون هفته گفتم ببین من سواری آژانس شدم من رسون تا اینجا توی مسیر هر خونه ای رو ما داشتیم میدیدیم، هی الکی یا نه که فکر کنیم مستند داشت این حرفو، این خونه آقای مثلا وزیر فلانه، میبینی چه باغ درست کرده، چه خونه آنچنانی، چهار تا خیابون میادیم بالاتر، این برجا رو میبینی، این برجا مال آقای فلانیه. ببین نگاهه، این تصوره، این باعث میشه که خورد عصبی با همه چی و احساس بکنه حقتو خوردن. آره میگم واقعا خیلیش مستند نیست، یعنی تو بری ببینی بابا اصلا اینجوری نیستش که مثلا این برج بالای آقای ایکس باشه یا این مثلا خونه خیلی هاشم ولی درسته دیگه. یه آرزو برای سوفیا بکن. چیزی که همیشه بهش فکر میکنم بزرگترین آرزوم برای سوفیا اینه که بتونه خوشحال زندگی بکنه و احساس رضایت بکنه در درجه اول از خودش و از زندگیش، چون برای غمگین بودن هممون بهانه زیاد داره، برای مهم اینه که بتونیم با همه اون بهانه ها و حالا راستش چقدر واقعیه چقدر دروغ و کاری ندارم چقدرش بهانه است، بتونه خوب زندگی بکنه و حالش خوب باشه. حالش خوب باشه. یک تا یک کاری بکن. این برنامه میمونه خب توی اینترنت و 20 سال دیگه سوفیا میاد سرچ میکنه و تو رو نگاه میکنه. اگه به دوربین نگاه کنی و چند کلمه بهش بگی به سوفیای 20 ساله که تو اون موقع پیش شدی، شاید مثلا چندین جایزه در جشنواره ها گرفتی، 1000 تا اتفاق خوب افتاده. ف
فقط میتونم بگم که عاشقانه دوست دارم و عشق چرا اومد تو چشم؟ سعی میکنم هر کاری که از دستم برمیاد اونقدر که عقل و شعور و دانشم بهم اجازه میده برات انجام بدم. خیلی خوب، این بهترین پایان بندی بود، مرسی ازت. ببخشید که عشق در اومد. آره خیلی ناغافلین رو کردی. خیلی خوب، خیلی ممنون، خیلی گفتگوی دلچسبی بود و خیلی گفتگو صادقانه بود و راستشو بگم که توقع این که این اتفاق بیفته رو همیشه داشتم، فکر میکردم اگه من شما با هم حرف بزنیم حتما اتفاق خوب میفته. خوشحالم و پارتی بازی کنم بازم به آقای هادی تبریک میگم به خاطر داشتن یه خانم خوب و دوست داشتنی مثل شما. مرسی، خیلی گفتگو خوبی بود برای تو، برای سوفیا و برای آقای هادی. آرزوهای خوب میکنم و برای سریال خوبتون. من خودم یکی از مشتریات شدم. مرسی. خب متشکرم که ما رو تماشا کردید. برای شما هم بهترین آرزوها رو میکنم. حتی اگر نباشی میآفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را. وقت بخیر. گلی که خون بدادم پیچ و تابش، با آب دیدگونم دادم آبش، به درگاه الهی کی روا بود، گل از ما دیگری گیره گناش.